خب دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هومن مقرازی هستم، تحلیلگر مالی از لندن، عضو انجمن تحلیلگران بورس انگلستان و عضو فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال. چند وقتی هستش که سوالات زیادی به دست من میرسه. مردم عزیز ایرانی از سراسر دنیا به من مسیج میزنن و میپرسن آیا سرمایه گذاری تو شرکت هایی یا در واقع توی وبسایت هایی به نام یونیک فایننس، ورلد واید انرژی، فاینانشیال دات اورگ و بقیه سایت های مشابهی که راه افتاده درسته، قانونیه، آیا این کارو بکنن یا نه. من چند وقت پیش یه ویدیویی ضبط کردم و توی حالا کانال اینستاگرام و یوتیوب و بقیه سوشال مدیاها گذاشتم و با فیدبک های جالبی روبرو شدم. یک عده از لیدرهای این کمپانی ها وقتی که دیدن که من مخالفت میکنم و میگم این شرکت ها غیر قانونی هستن، اومدن و خیلی صحبت تندی کردن. یه سری هم ایرانیان عزیزی که تو این شرکت ها قبلا ثبت نام کردن و دارن مالا پولی پرداخت کردن، دارن اظهار نگرانی میکنن و یه سری سوالاتی براشون مطرح شده. من برای اینکه بتونم در واقع این نگرانی که ایجاد شده رو یک مقدار کاهش بدم، سعی کردم اطلاعاتی رو که جمع آوری کردم با شما توی این پیام صوتی در میون بذارم. ببینید دوستان، چند تا صحبت هستش. اگر که ویدیو من رو ندیدید، من به طور خیلی خلاصه اینجا براتون بگم، بعد برم سر وقت سوالایی که پرسیدن. ببینید، مورد اول اینه که در اروپا، در انگلستان، در آمریکا، کلن در دنیای غرب، اگر یک شرکتی بخواد فعالیت مالی انجام بده باید مجوز بگیره. تو ایران هم تقریبا همینطوره. یعنی شما مثلا نمیتونی بری یه مؤسسه مالی یا یه بانکی چیزی ثبت بکنی، بگی آقا مثلا من امروز بانک باز کردم، اسمشو گذاشتم بانک مثلا علی و رفقا. درسته، همچنین چیزی نمیشه دیگه. شما باید بری مجوز از بانک مثلا مرکزی بگیری تو ایران. خب در اروپا و آمریکا و انگلستان و بقیه جاهای پیشرفته دنیا هم همینطوره. بنابراین اگر یه شرکتی میاد، مثلا یونیک فایننس یا مثلا فاینانشال دات اورگ، اینا میان میگن که آقا ما داریم کار سرمایه گذاری انجام میدیم، شما پولتو بده، ما میریم تو بانک، ببخشید، ما میریم تو بورس سرمایه گذاری میکنیم و به شما سود میدیم، اولین چیزی که این شرکت ها باید داشته باشن چیه؟ مجوز از نهاد ناظر در آمریکا، انگلیس، حالا بقیه جاهای اروپا. مثلا یونیک فایننس میگه ما در سوئیس ثبت شدیم. خب اگر شما در سوئیس ثبت شدی، نهاد ناظر در اروپا اسمش از ESMA. این نهاد، این ارگانیزیشن، نظارت میکنه بر تمام مؤسسات مالی که دارن در اروپا کار میکنن. تو انگلیس اسمش از FCA. FCA نظارت میکنه بر بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت های کارگزاری، شرکت های کراود فاندینگ، هر شرکتی که کار مالی انجام بده. خب پس اگر مثلا ورلد واید انرژی میگه من در انگلیس ثبت شدم یا اون یکی میگه من تو سوئیس ثبت شدم، اینا باید مجوز داشته باشن. اگر مجوز داشته باشن، شما به روی سایتشون میبینی که اون سایت نوشته که آقا ما مثلا با FCA ثبت شدیم، اینم شماره مجوزمونه. اما متاسفانه نه یونیک فایننس، نه ورلد واید انرژی، نه فاینانشال دات اورگ و نه هیچ کدوم دیگه مثل فوینز و فوین و اینا، هیچ کدومشون این مجوز رو ندارن. من دونه دونه سایتشون رو چک کردم. پس مورد اول اینه که در بهترین حالت این شرکت ها دارن به صورت غیرقانونی کار میکنن. حالا من نمیخوام بگم کلاهبرداری میکنن، ولی دارن به صورت غیرقانونی کار میکنن. مورد دوم اینه که این شرکت ها دارن ادعا میکنن که آقا ما پول رو برمی‌داریم، چیکار می‌کنیم؟ می‌بریم توی بازارهای بورس. مثلا شرکت یونیک فایننس میگه که من اینو می‌برم تو بورس نزدک، سهام کمپانی اپل و گوگل و اینجور چیزا باهاش می‌خرم. یه رباتی هست، این ربات در واقع خرید و فروش می‌کنه و مثلا ماهی 7% سود می‌کنه. بعد از این 7% میاد اینقدرشو ببخشید، روزی مثلا 7% سود میکنه، از این روزی 7% اینقدرشو به شما میده، اینقدرشو خودش برمیداره و در نهایت حالا بسته به اینکه شما کدوم پلن رو وارد شده باشی، مثلا به شما ماهی بعضی وقتا 10%، بعضی وقتا بیشتر 15%، 20%، بعضی وقتا کمتر اگه پول کمتری داده باشی مثلا ماهی 7% بهت سود میده. مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که برخلاف چیزی که این شرکت ها ادعا میکنن که میگن یه رباتی هست، این ربات داره اوتو تریدینگ کار میکنه، هوش مصنوعی کار میکنه، اصلا همچین رباتی وجود نداره. چرا من این ادعا رو میکنم؟ واسه اینکه من 10 ساله تو دل لندن، تو دل بازارهای مالی دنیا، تو قلب اقتصادی اروپا دارم کار بورس و فارکس انجام میدم. درسشو خوندم به صورت حرفه‌ای و دارم اینجا گفتم عضو انجمن تحلیلگران بورس انگلستان هستم، عضو انجمن جهانی تحلیل تکنیکال، فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال هستم و دوستانی دارم که اینجا دارن تو بالاترین رده های بانکی و مؤسسات مالی کار میکنن. خود منم دارم کار میکنم.
اگر همچین رباتی اختراع شده باشه، خب ماها میدونیم دیگه. این چه رباتیه که ماها هیچ کدوم نمیدونیم، تو اروپا هیچ خبری ازش نیست، ولی تو ایران بهش دست پیدا کردن؟ یعنی فقط یه شرکت یونیک فایننس اومده تو ایران داره با این ربات کار میکنه، پولدار میشه؟ نمیشه که. ببینید بزرگترین سرمایه گذارها تو بانک، توی بازار بورس کیا هستن؟ شرکت های مالی، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، درسته؟ بزرگترین بانک ها رو نگاه بکنید، بانک HSBC، بانک دوچ بانک، بارکلیز، سوئیس بانک، کردیت سوئیس، جی پی مورگان، مورگان استنلی، اینا بزرگترین های دنیای بانکداری هن. اینا بزرگترین های دنیای سرمایه گذاری هن. خب اگر من بگم بخش بزرگی از بازار بورس دنیا، بازارهای بورس دنیا و بازار فارکس داره تو دست این بانک ها میگرده، اغراق نکردم. حالا این بانک هایی که نام بردم همشون شرکت های سهامی عامن، یعنی خودشون هم سهامشون تو بازار هست، اطلاعات مالیشون هست. اگه زبان انگلیسیتون خوب نیست، یک نفر رو پیدا کنید تو ایران که زبان انگلیسیش خوب باشه، ازش بخواید که بره تو سایت این بانک ها اطلاعات مالی بانک رو دانلود بکنه و ببینه این بانک ها دارن سالی چقدر سود میکنن. آیا هیچ کدوم از این بانک ها هستن که بگن آقا ما سالی مثلا 200% داریم سود میکنیم؟ وقتی این بانک ها نتونستن یه همچین رباتی بسازن، وقتی این بانک ها نگاه میکنی میبینی یه برج بسیار بلند وسط دل لندن مثلا مال یکی از این بانک هاست، طبقه به طبقه آدمایی مثل من، تحلیلگر، تریدر، مدیر ریسک نشستن و دارن دستی، حالا با استفاده از کامپیوتر، ولی دارن به صورت دستی در نهایت کار میکنن. رباتی نیست که بیاد بره خودش پول در بیاره. یه سری ربات ها هستن که تحلیل میکنن، سیگنال میدن، ولی اینطوری نیست که ما بگیم آقا بانک ربات رو نصب کرده دیگه، کارمند رو ریخته بیرون، این ربات داره روزی مثلا 5% واسه خودش سود میکنه. نه، اینا خرافاته، اینا داستانه، اینا داستانیه که دارن تعریف میکنن که سر شما رو در واقع شیره بمالن. ما هنوز در دنیای امروزه با هوش مصنوعی، با اوتو تریدینگ به جایی نرسیدیم که رباتی وجود داشته باشه که بخواد هر روز ثابت سود بکنه و بانک ها و مؤسسات مالی بی نیاز بشن از افرادی مثل ما، دیگه بگن آقا ما تحلیلگر لازم نداریم، این ربات رو گذاشتیم خودش داره سود میکنه و یا علی دیگه رفتیم جلو. وقتی که این قول های دنیای سرمایه گذاری هنوز نمیتونن این کار رو بکنن، چون اگر میتونستن بکنن میکردن دیگه، هیچکی از پول بدش نمیاد. اگه مثلا بانک بارکلز بتونه این کارو بکنه، خب میکنه و کرور کرور پول در میاره به سهامداراش میده. وقتی اینا نتونستن بکنن، اینکه یه شرکت ناشناخته مثل یونیک فایننس داره این کارو میکنه، غیر قابل باور. اما نکته‌ای که میخوام اینجا بگم، نکته مهم اینه، اصلا بیاید فرض کنیم همچین رباتی وجود داره. آقا یه کسی توی یونیک فایننس یه نابغه یه رباتی ساخته که هیچکی تو دنیا نتونسته بسازه. اوکی، آیا نابغه‌ای که رباتی ساختی که مثلا سالی 300% داره سود میکنه، یعنی شما هرچی پول بهش بدی مثلا 4 برابر میشه، خب آیا نابغه‌ای که شما همچین کاری کردی، چرا از این 400% سودی که میکنی یهو میای مثلا 100%ش و 200%ش رو به دیگران بذل و بخشش میکنی؟ آقا شما بیا تو انگلیس، الان من هومن مقرازی توی انگلیس پولمو بذارم بانک، بانک به من 1% در سال سود میده. نرخ سود بانکی در اروپا و در واقع انگلستان چیز دورش 1%. چرا؟ چون اینجا تورم که نداره، اینجا مثل ایران نیست که دلار بخری یهو 3 برابر بشه بره بالا. اینجا شما پولتو بذاری بانک، بانک 1% بهت سود میده. اگر ببری بذاری تو صندوقای سرمایه گذاری که حالا میرن تو بورس و این وامر سرمایه گذاری میکنن، اونا بهت سالی 5% سود میدن. اگر بری خونه بخری، خونت مثلا شاید بهت سالی 6-7% سود بده، ماکسیموم. اینه که دارم میگم ماکسیمومه، بعضی وقت 3%، بعضی وقت 4%، حالا اگه خیلی بازار رونق داشته باشه مثلا 6-7%. خب اگر شما به عنوان یک فردی که مثلا تو انگلیس داری زندگی میکنی، یه آدم انگلیسی داری، نگاه میکنی میبینی بانک بهت 1% میده، صندوق سرمایه گذاری 3-4% میده، خونه مثلا 6-7% میده تو لندن، یه کسی بیاد بهت بگه حاجی پولو بده من 10% بهت سود میدم، من یه شرکتی هم به نام یونیک فایننس یه ربات ساختم، این داره پول در میاره، 10% حاضرم بهت بدم، شما چی میگی؟ شما میگی ای ول دیگه، من پولمو هر جای دیگه بذارم 1%، 2%، 5%، 7% میده، این آدم داره 10% میده، میری به یونیک فایننس. پس یونیک فایننس تو انگلیس اگر بیاد بگه آقا من 10% سود میدم، من فکر میکنم نصف جمعیت انگلیس میرن بهش پول میدن، اگه البته اعتمادشون رو جلب بکنه. ولی سود 10% راضی کننده است. اگه بیای تو انگلیس بگی آقا من حاضرم سالی 15% سود بدم، همه انگلیسی ها از خوشحالی بالا پایین میپرن، میگن آقا دمت گرم ایول، عجب کارت درسته.
حالا سوال من اینه، وقتی کل انگلیس، کل آلمان، کل فرانسه، کل اروپا، کل آمریکا، کل کانادا، کل استرالیا حاضرن با سالی 15% سود تمام پولشون رو به دست یونیک فایننس بسپرن، چرا یونیک فایننس اومده تو ایران و از ایرانی های عزیز پول میگیره و به ایرانی های عزیز حاضر سالی 100%، سالی 200% سود بده؟ خودتو بذار آقا جای شرکت یونیک فایننس، فکر کن تو یه شرکت یونیک فایننس داری، تو یه ربات داری، اون ربات داره سالی مثلا 300% سود میکنه. آیا از این 300% دوست نداری 290% رو بذاری جیب خودت، 10%، 15% به دیگران بدی؟ دیگران هم خوشحالن، دیگران هم خوشحالن، تو اروپا و آمریکا و استرالیا و کانادا و چه میدونم هر جای دیگه ای از دنیای غرب همه خوشحالن با سود 10-15%. نیازی نیست شما به 100% بدی. اگه همه خوشحالن با 10%، خب سود 10% بده، 290 تا بذار جیبت دیگه. چرا اینا میان سود 100%، سود نمیدونم 200% به دیگران میدن؟ این قشنگ معلومه که یه جای کار میلنگه. چرا این سودا رو میدن؟ حالا عزیز من بهتون بگم، این سودا رو میدن که شما وسوسه بشی، بگی خب بابا پولمو میذارم پولم دو برابر میشه، خب ریسکش میارزه دیگه. خیلی ها این فکر رو به خودشون میکنن، میگن آقا مثل شیر یا خط میمونه، میندازی سکه رو بالا، اگه شیر اومد کل پولتو باختی، اگه خط اومد دو برابر پولتو گرفتی. خب خیلی حاضرن این قمار رو بکنن. ببینید دیگه اینجا به بعد قمار میشه، شما سرمایه گذاری نمیکنید، شما میگی آقا من پولمو میذارم ظرف مثلا 6 ماه پولم دو برابر میشه، ولش کن دیگه، یا میره یا دوبله میشه. خب خیلی خوبه، پس ملت با دید قمار وارد این کار میشن، نه با دید سرمایه گذاری. یونیک فایننس و شرکت های مشابهش دارن زور میزنن مردم رو تشویق بکنن به اینکه آقا پولتون دو برابر میشه، بیاید بابا چقدر میخواید مثلا زندگی بدبختانه داشته باشید، بیاید اینجا پولتون رو بذارید دو برابر بکنید. خب اوکی، یه عده میرن پول رو میذارن، پولشون هم اتفاقا دو برابر میشه، ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ یه شرکت نمیتونه تا ابد سود دو برابر به سرمایه گذاراش بده که. این بازی تا یک جای از نظر ریاضی اگه فرمولشو بخواید تو اینترنت میتونید سرچ بکنید پیدا میشه. این بازی اسمش از پانزی گیم. این پانزی گیم ها تا یک جای ادامه پیدا میکنن، تا یک جایی حجم پول ورودی که ملت خوشحال و هیجان زده دارن به سمت این شرکت ها میارن بیشتر از اون سودیه که شرکت داره به سرمایه گذارا میده. مثلا به عنوان مثال ماهی 100,000 دلار پول وارد کمپانی میشه ولی 20,000 دلار کمپانی داره سود میده، ماه بعد 150,000 تا وارد میشه، 30,000 تا کمپانی داره سود میده. خب این، ولی این بازی تا یک جایی ادامه پیدا میکنه، یه جایی میرسه که سودایی که قرار پرداخت بشه مخصوصا با این درصدهای خیلی بالا دیگه بیشتر میشه از پولی که داره وارد کمپانی میشه. یعنی کمپانی نگاه میکنه میگه این ماه مثلا 500,000 دلار پول اومد تو مجموعه ولی 600,000 تا ما باید سود بدیم به قبلی هایی که وارد شده بودن. ورودی های جدید دیگه کفاف اون حجم از آدمایی که نشستن سود بگیرن رو نمیده. چرا؟ چون مثلا شما فرض کنید که تا حالا 10,000 نفر وارد مجموعه شدن، نشستن پول دادن، منتظرن سود بگیرن. خب منتظرن پولشون دو برابر بشه و این ماه 1,000 نفر ورودی جدید اومده. خب 1,000 نفر پولش نمیرسه که سود 10,000 نفر رو بده. اینجاست که شرکت میبنده و میره پی زندگیش. اون 10,000 تایی که قبلا پول داده بودن، حالا یه عده پولشون رو پس گرفتن، یه عده نصفش رو گرفتن و اینا، این 1,000 تایی هم که جدید اومدن که کل پولشون سوخت میشه میره. دوستان عزیز، این اتفاق که دارم میگم پیش بینی من نیست، این اتفاقی که تا حالا بارها و بارها افتاده. اگه یادتون نمیاد برید اینترنت سرچ بکنید شرکت 3FS، 3 یعنی عدد 3، F و S هم که دوتا حرف انگلیسیه. شرکت 3FS 7-8 سال پیش تو ایران دقیقا همین بازی رو میکرد. چند وقت قبل تر از اون یه شرکت دیگه‌ای به نام سوئیس کش دقیقا همین بازی رو میکرد. هر کدومشون هم میان میگن، سوئیس کش که میگفت من ثبت سوئیس دارم و 3FS که میگفت من پولتون رو تو بازار فارکس میبرم و همشون هم همینو میگن، میان آقا پولو بده ما میبریم، یه سرمایه گذاری میکنیم، به شما سودای خیلی جذابی میدیم. اما نتیجه امر اینه که این شرکت ها پولا رو میگیرن، تا یه جایی که میتونن سود میدن، از یه جایی به بعد دیگه میبینن زورشون نمیرسه سود بدن، بنابراین اونجاست که در کمپانی رو میبندن و با پول گنده‌ای که توی این مدت جمع کردن میرن لذتشو میبرن. این که من میگم این شرکت کارشون کلاهبرداری به خاطر اینه.
حالا یه عده به من میگن که آقا این سایت مثلا حالا ورلد واید انرژی یا یونیک فایننس یا هر کدوم دیگهش، میگن آقا این گواهی مکافی داره، این SSL داره، این گواهی دیجی سرت داره، این خیلی معتبره. ببینید دوستان عزیز، لطفاً مسائل رو با هم دیگه قاطی نکنید. مکافی یه آنتی ویروسه، یه شرکت امنیت اطلاعاته، کارش اینه که مواظب باشه اون سایت ویروسی نشه، کارش اینه که مواظب باشه اون سایت هک نشه، اطلاعات سایت دزدیده نشه و از این حرفا. SSL و دیجی سرتین هم در همین راستا فعالیت میکنن، همشون در نهایت مربوط به حوزه آیتی هن. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما این سایتی که رفتی روش سایت امنیه، اگه مثلا داری فرم وارد میکنی، اطلاعات تو، اسم تو، فامیلی تو، آدرس ایمیل تو، آدرس خونه تو، این اطلاعات ما تضمین میکنیم که دزدیده نمیشه. این کاریه که مکافی و SSL و دیجی سرت و غیره میکنه. اگر مثلا یک کسی از خارج از ایران میخواد با ویزا کارت مثلا تو این شرکت ها پولی پرداخت بکنه، البته نمیدونم ویزا کارت میگیرن یا نه، ولی اگر میگیرن این نشون میده گواهی مثلا دیجی سرت و SSL اینا که آقا این سایت امنیت لازم رو داره، شما با خیال راحت بیا شماره کارت تو وارد کن، حواس ما هست شماره کارت شما دزدیده نمیشه، پس فردا یکی شماره کارت تو ور نمیاره بره مثلا باش آیفون بخره. این گواهی ها فقط دارن نشون میدن که آقا این سایت امنیت لازم از نظر کامپیوتری رو داره، ولی این گواهی ها نمیگن که آقا صاحب این سایت داره چه فعالیتی میکنه، نمیگن که صاحب این سایت پولا رو برداشت در رفت یا در نرفت، نمیگن صاحب این سایت پول کجا سرمایه گذاری میکنه، میگن آقا صاحب این سایت امنیت لازم اینترنتی رو فراهم کرده. یه مثال ساده بزنم، من یه وبسایتی دارم آموزش بورس و سرمایه گذاری میدم، خب یه عده دانشجو دارم، اینا میان رو سایت ما ویزا کارتشون رو وارد میکنن، پول شهریه رو پرداخت میکنن، من به عنوان صاحب سایت موظفم امنیتی رو فراهم بکنم رو سایتم و یه سری از این گواهی ها رو منم دارم رو سایتم گذاشتم که آقا این سایت ما امنه، خیالتون راحت باشه، اطلاعات کارت شما دزدیده نمیشه. خب اینو موظفم انجام بدم، اون شرکتی که میخواد این گواهی رو به من بده تست میکنه ببینه سایت من امنیت داره یا نه و بعد این گواهی رو به من میده، ولی اون شرکت نمیاد تست کنه ببینه آیا من واقعا آموزش بورسم خوبه یا خوب نیست، اون شرکت نمیاد اصلا تست بکنه که آیا من واقعا آموزش بورس میدم یا نمیدم، شاید پولا رو برداشتم در رفتم، اون شرکت اصلا کاری به این کارا نداره، اون شرکت میگه آقا ما امنیت سایت شما رو چک میکنیم که سایتت امنه. پس دوستان عزیز، گواهی مکافی، دیجی سرت، SSL و غیره هیچ ربطی به این نداره که فعالیت اون شرکت چیه و آیا واقعا تو اون فعالیت سود میکنه یا نمیکنه. یکی دو تا از کامنت هایی که واسه من اومده بود گفته بودن که آقا این شرکت کراود فاندینگه. خب دوستان عزیز، کراود فاندینگ که به معنی جمع کردن سرمایه دست مردم هست، نیاز به مجوز و لایسنس داره تو اروپا، تو انگلیس، تو آمریکا فرق نمیکنه. همون ESMA و FCA که گفتم تو اروپا نظارت میکنن بر مؤسسات مالی، شرکت هایی که کار مالی انجام میدن، بر کراود فاندینگ ها هم نظارت میکنن. شما کافی انگلیسی سرچ بکنی مثلا کراود فاندینگ، چند تا سایت کراود فاندینگ میاد بالا، وارد بشید سایت رو اسکرول کنید تا پایین 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 برید، اونجا میبینید که مثلا نوشته که این سایت تو فلان کشور ثبت شده، فلانجا بهش نظارت میکنه، این شماره مجوزشه، تمام این اطلاعات رو صفحه هوم پیج سایت های بزرگ کراود فاندینگ هست. اینکه این شرکت مثلا یونیک فایننس هم داره از ملت پول میگیره یا ورلد واید انرژی هم داره از ملت پول میگیره، بله داره از ملت پول میگیره، این میتونه کراود فاندینگ باشه، ولی کراود فاندینگ غیر قانونیه، واسه که نه مجوز داره، نه کسی بهش نظارت میکنه، نه هیچی. یه عده میان میگن که آقا ما هر روز داریم سود پولمون رو میگیریم، حتی اصل پولمون تا حالا در اومده، این شرکت چرا میگی کلاهبرداریه، چرا الکی شایعه پخش میکنی، شرکت به این خوبی داره سود میده. اینجا من چی بهشون میگم؟ میگم دوستان، تو همین ایران خودمون یه مؤسسه بود، مؤسسه سامن، ملت میرفتن پول میذاشتن، مؤسسه سامن سالی 24-25% مثل اینکه قرار بود سود بده. خب خیلی ها پول میذاشتن سودشون هم میگرفتن دیگه، بعد که سود میگرفتن چیکار میکردن؟ میگفتن آقا عجب مؤسسه سامن مؤسسه خوبیه، بذار بریم پول بیشتر بذاریم که سود بیشتر بگیریم. اگه اول 10 میلیون گذاشتیم، بذار ماشینمون رو بفروشیم 200 میلیون بذاریم، این که داره سود خوب میده. خیلی ها این کارو کردن، درسته؟ و الان همون خیلی ها هر روز میرن جلوی در مجلس وامیستن، میگن آقا تو رو خدا بیاد یه کاری بکنید ما بتونیم پولمون رو پس بگیریم. حالا مؤسسه سامن چون تو ایرانه، چون نمیدونم بانک ایران، بانک مرکزی ایران مجبور پشتش وایسته، خلاصه سهامدارا، ببخشید سهامدارا نه، سرمایه‌گذارا یه جایی دستشون بند هست که برن اعتراض بکنن. ولی این سایت یونیک فایننس اگه فردا روز غیب شد، شما کجا میخواید برید اعتراض بکنید؟
کی میخواید برید بگید آقا پول ما رو بده؟ ببینید مؤسسه سامن، مؤسسه اسمش یادم نیست دقیقا، شاندیز یا پدیده مشهد، یه همچین چیزی، اینها نمونه های ایرانی هستن که پول میگرفتن سود بدن و یه روزی مثل حباب ترکیدن. خب تو خارجم واسهتون گفتم شرکت 3FS، شرکت سوئیس کش، اینا شرکت هایی بودن که از مردم پول میگرفتن و یه روزی حبابشون ترکید. اینکه این شرکت های بودن و امروز نیستن یعنی چی؟ یعنی یه روزی بودن، یه روزی سود میدادن، یه عده سود گرفتن، یه عده حتی اصل پولشون هم در اومد، سود بیشتر هم گرفتن. ولی گفتم این بازی تا یه نقطه ای ادامه داره که اصل پولایی که داره وارد شرکت میشه بیشتر از سود باشه، سودی باشه که شرکت میخواد بده، و اون نقطه دیر یا زود میرسه، اما شما نمیدونید کی میرسه. یه روزی اون نقطه میرسه و شرکت میبنده و میره. حالا شما شانسی امکان داره سود کرده باشی تا اون روز، یا امکان داره سود نکرده باشی ضرر کرده باشی. بعضی از این شرکت ها اومدن، حالا راه جالبی پیدا کردن واسه اینکه قضیه رو دور بزنن، اومدن ارز دیجیتالی را انداختن. یکیشون فوینز، حالا هر کی یه جوری تلفظش میکنه تو ایران، و ارزهای دیجیتالی دیگه، حالا اسمش خیلی مهم نیست. نکته ای که مهمه اینه که یه دوستی به من مسیج زد گفت آقا من 10,000 دلار گذاشتم. یه دوست دیگه ای از استرالیا به من مسیج زد گفت آقا من 100,000 دلار گذاشتم. دلیل اینکه من دارم این فایل صوتی رو وقت میذارم و ضبط میکنم همینه، چون احساس کردم که بابا یه عده مردمی هستن که بند خداها پولدارم نیستن، طرف رفته از بانک وام گرفته، خودش مثلا یه کار کاسبی خیلی معمولی داره، داره به زور زندگیشو جلو میبره، ولی رفته وام گرفته با وام به این امید که زندگیشو بهتر بکنه، گذاشته تو این شرکت‌ها، و الان اگر این شرکت ببنده بره، این بنده خدا زندگیش در حالت عادی که یه زندگی خیلی معمولی بود، حالا باید مثلا 100,000 دلار بره وام بانکو پس بده، اون از کجا بیاره؟ یعنی یه عده مردمی داره زندگیشون به خاک سیاه میشینه. اینجا بود که تصمیم گرفتم اون ویدیو رو ضبط کنم و این فایل صوتی رو ضبط بکنم. چرا؟ چون مردم عادی، اطلاعاتی که من نوعی راجع به بازار بورس و فارکس دارم، 10 ساله دارم توش کار میکنم، اون که ندارن. اصلا مردم عادی نمیدونن FCA چیه، ESMA چیه، نهاد ناظر کدومه. پس من وظیفه دارم که این اطلاعات رو در اختیار مردم بذارم، شاید جلوی ضررشون گرفته بشه. حالا داشتم اینو میگفتم، بعضی از این شرکت ها اومدن ارز دیجیتالی رو انداختن، میگن که آقا شما به ما پول دادی، ما قرار بود به شما سود بدیم، ما این سود رو به صورت دلار بهت نمیدیم، بهت سکه دیجیتالی خودمون رو میدیم. خب یه عده‌ام خیلی خوشحالن، آقا ما سکه دیجیتالی داریم سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه گذاری نوین عصر، عصر بیت کوینه. حرفی که اینجا باید به این دوستان زد اینه که عزیز دل من، فوین زیرو که یه شرکتی داره راه میندازه و به شما میده چقدر ارزش داره؟ میگن آقا این فونز قراره چند وقتی که 10 دلار ارزش داشته باشه. فونز چجوری 10 دلار میارزه؟ فونز زمانی 10 دلار میارزه که تو بیای پیش من نوعی بگی هم من این فونز رو دارم میخری، من میگم آره 10 دلار میخرم، اینطوری ارزشش میشه 10 دلار. اگر تو بیای پیش من بگی هم من میخری، من بگم نه نمیخرم، ببری جای دیگه بگی میخری، یکی دیگه هم بگه نمیخره، و ببری هر جا همه بگن نمیخرن، اون وقت چی؟ اون وقت شما میگی آقا تو رو خدا 1 دلار هم شده من اینو حاضرم بفروشم، و بعد اگه من بگم باز 1 دلار هم نمیخرم چی؟ شما باز میری همه جا میپرسی، میگی آقا کسی هست 1 دلار بخره؟ اگه هیچکی نخره شما میگی آقا من حاضرم 0.5 دلار بفروشم. ارزش گذاری هر چیزی در دنیا اینطوری اتفاق میفته، چه بازار بورس باشه، چه فارکس باشه، چه ارز دیجیتال باشه. ارز دیجیتال شما الان هیچ ارزشی نداره، یعنی اون شرکت از شما داره پول واقعی، دلار یا حالا ریال هر چیزی میگیره که ارزش داره، به هر حال پول واقعی اسکناس میگیره، اما در ازاش به شما یه چیزی میده به اسم فوینز یا حالا هر ارز دیجیتالی دیگه ای که فعلا در حال حاضر هیچ ارزشی نداره. شرکت ادعا میکنه که این ارز در آینده ارزشمند میشه، حالا میشه یا نمیشه دیگه، اینم یه قمار. دوباره سوال من اینه آقا چرا باید ارزشمند بشه؟ چرا باید ارزشمند بشه؟ میان میگن آقا بیت کوین هم یه زمان اینطوری بود دیگه، هیچکی نمی خرید، ارزشش زیر 1 دلار بود، بعد الان نگاه کن چقدر خوب شده. میگم دوستان، شما که بیت کوین رو مثال میزنی، یه چند سالی فکر کنم انگار خواب بودی از دنیا عقبی. بیت کوین سال 2016 روند صعودی شروع شد، 2017 اوج گرفت، قیمت هر یک دونه بیت کوین به 20,000 دلار رسید، ولی از اونجا به بعد کشورهای مختلف شروع کردن به وضع قوانین و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، و مثلا بیت کوین رفت تو کره جنوبی نتونست مجوز بگیره، رفت تو هند نتونست مجوز بگیره، تو آمریکا
نتونست مجوز بگیره، نتونست مجوزی بگیره که تو تمام دنیا شروع بکنن و همه باهاش کار بکنن. هی محدود و محدود و محدودتر شد و قیمت بیت کوین از 20,000 دلار سقوط کرده، امروز حدود 6,000 دلاره. از 20,000 دلار اومده شده 6,000 دلار، یعنی رسیده به یک سوم قیمت خودش و مدت هاست، ماه هاست همون حدود 6,000 دلار مونده. شما میخواید رو همچین چیزی سرمایه گذاری بکنی؟ یعنی هیچی بهتر تو دنیا پیدا نکردی واسه سرمایه گذاری؟ شما یه چیزایی راجع به بیت کوین شنیدی که بله یه زمانی ارزش نداشت، بعد یهو ارزشمند شد، ولی بعدش رو چی؟ بعدش رو چرا نمیبینی؟ چرا سقوطش رو نمیبینی؟ آیا بیت کوین دوباره برمیگرده میشه 20,000 تا؟ من نمیدونم، ولی من حاضر نیستم هم زندگیمو 100,000 دلار از بانک وام بگیرم یا زندگیمو بفروشم ببرم بذارم رو بیت کوین. واسه چی باید این کارو بکنم؟ اوکی، شما اگه یه پول اضافه ته جیبت داری نمیدونی باهاش چیکار بکنی، برو یه دونه کوچولو رو بیت کوین سرمایه گذاری کن. ولی اینکه شما بگی آقا من رفتم مثلا 500 میلیون تومان ماشینمو فروختم گذاشتم فوینز خریدم، به چه امیدی؟ این که نمیشه سرمایه گذاری، برادر من، دوست عزیز من. اگر اون شرکت داره بهت میگه فوینز ما چند وقت دیگه 10 برابر میشه، داره خالی میبنده. چرا باید 10 برابر بشه؟ آخه یه دلیل شما بیار. خلاصه اینم از بحث فوینز. یه عده دیگه میان میگن که ببخشید این فایل صوتی خیلی هم داره طولانی میشه، ولی یکی دو تا مورد دیگه از اینا رو هم بگم که دیگه واسه کسی سوالی ان شاءالله باقی نمونه. یه عده میگن آقا این شرکت‌ها شرکت نتورکن دیگه، نتورک داره کار میکنه، مگه چه اشکالی داره؟ اینا هرمی نیستن؟ من میگم اتفاقا این شرکت‌ها درسته که نتورکن دارن کار میکنن و درسته که نتورک در دنیا هیچ مشکلی نداره. شرکت گولد کوست سالیان سال پیش اومد به عنوان نتورک شروع به کار کرد، هنوزم که هنوز داره کار میکنه. خیلیاشون این حرفو میزنن، میگن آقا گولد کوست مگه بست رفت؟ نه نرفت. اوریفلیم مگه بست رفت؟ نه نرفت. ولی از این دوتا مثال نمیشه نتیجه گرفت که یونیک فایننس هم نمیره. چرا؟ چون اینا دوتا کار کاملا متفاوت دارن میکنن. گولد کوست از کسی پول نمیگیره بهش سود بده. گولد کوست یه محصول داره که کلا شاید مثلا هزینه تولید اون محصول در بیاد 30 دلار، محصول 30 دلاری رو داره یهو میفروشه مثلا 2000 دلار، 3000 دلار. خب یه محصول رو داره این همه روش سود میکنه، اما نمیاد به شماها سود بده. به شما میگه آقا اگه محصول منو فروختی بهت یه پورسانت میدم. این کاریه که داره گولد کوست میکنه. اوریفلیم هم همینطور. حالا من نمیخوام بگم شرکت خوبن یا بدن، ولی دارم میگم آقا اینا به عنوان قدیمی های نتورک مارکتینگ دارن کار میکنن. یه محصولی رو میان با یه سود بزرگی میفروشن و اگه شما تو اون فروش کمک کرده باشی، براشون مشتری آورده باشی، بهت پورسانت میدن. نمیان به شما سود بدن. فرق میکنه. شرکت هایی مثل یونیک فایننس، ورلد واید انرژی، فاینانشال دات اورگ یا قدیمی ترها مثل 3FS، مثل سوئیس کش، اینا میان میگن آقا شما پول بده ما بهت سود میدیم. اصلا نه محصولی دارن، نه سرویسی دارن، نه سودی، نه هیچی. این میگه تو به من پول بده، من از همون پول بهت پول میدم. اینا به بنبست میرسن. چرا؟ چون اینا محصول کوچولی تولید نمیکنن که مثلا 20 دلار باشه برن 6000 دلار 3000 دلار بفروشن یا عالم سود بکنن. که اینا هم پورسانت میدن به اونایی که دارن واسه شون نتورک مارکتینگ میکنن و مشتری جدید میارن، هم دارن پورسانت میدن، هم به خود اون کسی که اومده تو مجموعه دو برابر پولش رو میخوان برگردونن سود بدن. خب این معلومه که یه جای این سیستم به بنبست میرسه. گولد کوست نمیگه آقا تو بیا از اون سکه بخر مثلا 1000 دلار بعد من به 2000 دلار میدم. که گولد کوست 1000 دلار رو میگرفت میذاشت جیبش نوش جونش، شما هم ساب سکه شده بودی. حرفش این بود که آقا این سکه یه روزی در آینده یه چیزی مثلا عتیقه ارزشمند میشه. اما این شرکت ها در میگه آقا تو 1000 دلار به ما بده، ما ظرف 6 ماه به 2000 تا میدیم. خب از کجا میخوای بری 2000 تا بدی؟ اینجاست که این سیستم رو دیر میکنه. میگه نه ما یه رباتی داریم، این ربات میره پول در میاره. بابا این خالی بندی ها چی؟ آقا ربات میره پول در میاره یعنی چی؟ مگه با بچه داری حرف میزنی؟ مگه قوله چراغ جادو داری؟ اگه داری چرا نمیری ثبتش کنی؟ چرا نمیری مجوز بگیری؟ خلاصه پس اینکه این شرکت ها هرمی نیستن، نتورکن، نتورک خیلی خوبه، تو همه دنیا دارن نتورک ها کار میکنن، اوریفلیم هست، گولد کوست هست، بله نتورک خوبه، من نمیگم نتورک بده، نتورک خیلی هم خوبه. شما میری کمک میکنی، یه محصولی رو میفروشی، پورسانت میگیری. اما کاری که این شرکت ها دارن میکنن، یونیک فایننس اینا دارن میکنن، این نتورک نیست. این عین کلاهبرداریه که به شما میگه آقا یه پولی بده من بعدم بهت دو برابرش رو میدم، بعدم یه روز میبنده میره و دیگه هیچی بهت نمیده. و دو تا مورد آخری مونده.
یکی اینکه به من میگن که آقا این شرکت ها حساب بانکی اگه بهشون معرفی بکنی واریز بانکی میکنن. من فکر نمیکنم تو ایران واریز بانکی که نمیکنن قاعدتا شرکت، حالا نمیدونم از کجاست، واریز بانکی به ایران که نمیکنه. ولی حتی اگه واریز بانکی هم بکنه باز اون هم نشون دهنده این نیستش که وای این شرکت چه شرکت خوبه، قدرتمنده، مثلا قانونیه. الان من یه شرکت دارم، گفتم یه آموزش بورس میدم، شما بیا تو حساب من پول بریز، پس فردا بگو آقا مثلا من نمیخوام آموزش ها رو ببینم، میخوام کنسل کنم. منم میگم باشه، من پول تو رو پس میدم. خب شما پول ریختی تو حساب من پول ریختم تو حساب شما. اینکه شما پول ریختی من پول ریختم، این نه نشون میده من آدم خوبی ام، نه نشون میده من آدم بدی ام، هیچی نشون نمیده. من نمیدونم چرا بعضی استدلال میکنن چون این شرکت حساب بانکی مثلا پول ترانسفر میکنه پس شرکت قانونیه. نه، من شما واسه من پول بریزیم، من واسه شما پول بریزم، این نشون میده که ما فعلا داریم پول میریزیم. خب یه روزی هم امکان داره من شرکتمو تعطیل کنم دیگه، حساب بانکی ها رو ببندم، تمام شد بره این بازی. به همین سادگیه. حالا من توی انگلیس هستم، شرکتم ثبت شده، مشخصه، اسم و آدرس مشخصه. شرکت یونیک فایننس شما کجا ثبت شده؟ مدیر عاملش کیه؟ کجای دنیا میخوای بری پیداش بکنی؟ اصلا میدونی با کی طرفی؟ یا ورلد واید انرژی همینطور. این شرکت ها معمولا به صورت آفشور ثبت میشن. چرا؟ وقتی که شما آفشور ثبت میشی، خودشون ادعا میکنن به خاطر مالیات آفشور ثبت میشن، ولی قضیه چیز دیگه است. مالیات فقط یکیشه. مهمترین چیزی که تو آفشور براتون هست اینه که هیچ اسم و مشخصاتی از کمپانی، صاحب کمپانی، مدیر عامل کمپانی و بقیه افرادی که پشت صحنه هستن شما نداری. پس هیچ وقت نمیتونی شکایتی بکنی، اعتراضی بکنی، چیزی رو پیدا کنی و پیگیری کنی. به محض اینکه شرکت ببنده بره، بسته و رفته. و بعدم یه چیزی هم بهتون بگم، شاید بعضیا بدونن شاید بعضیا ندونن، ما تو ایران یه چیزی داریم به نام شرکت با مسئولیت محدود. اینو تو خارج از ایران هم داریم. شرکت با مسئولیت محدود چیه؟ اگر شما بری به یک شرکتی پول بدی، شرکت خصوصی مسئولیت محدود پول بدی و اون شرکت ادعای ورشکستگی بکنه، شما فقط و فقط میتونی دارایی های اون شرکت رو ضبط کنی. حالا اگه شرکت به مدیر عامل خودش، مثلا فرض کن شما 10 میلیون دادی به یه شرکتی، شرکت هم هیچ دارایی خاصی نداره، همین 10 میلیون شماست فقط، اوکی؟ شما میری میگی که آقا من 10 میلیونمو میخوام. شرکت هم میگه آقا ما ورشکست شدیم، پولی نداریم. یه دو تا دونه میستندلیه، یه آفیس که اجاره‌ایه، میستندلی هم مال خود صاحبخونه است. شما نمیتونی بری یقه مدیر عامل رو بگیری بگی مثلا مرتی که من پولمو میخوام. مدیر عامل میگه آقا شرکت با مسئولیت محدوده، من اینجا فقط مدیر عامل بودم، تموم شد رفت. به همین سادگی تو شرکت مسئولیت محدود شما به شرکت پول دادی، از شرکت باید پس بگیری. شرکت یه ورشکست است، دارایی‌هاشو میتونی برداری، دارایی هم نداره. نمیتونی بری دارایی‌های شخصی مدیر عامل رو مثلا بگیری، نمیتونی بری دارایی های شخصی مثلا رئیس هیئت مدیره رو بگیری. این میشه مسئولیت محدود که میگن شرکت با مسئولیت محدود یعنی این. تو خارج از ایران هم همینو داریم، تو تمام دنیا اینو داریم. شما میری یه شرکت ثبت میکنی، اسمشو میذاری یونیک فایننس، کجا؟ تو جزیره ایکس در سواحل یه جایی که اصلا هیچکی نمیشناستش، شرکت آفشور. پولا میاد توی بانکت، شروع میکنی سود میدی که ملت بگن به به چه شرکت خوبی، بیشتر پول بیارن. بازم سود میدی که ملت بگن به به برن فک و فامیلاشون هم بیارن. بازم سود میدی که ملت اصلا از خود بی خود بشن، برن خونه زندگیشون رو بفروشن، همه پولاشون رو بیارن. وقتی همه پولاشون رو آوردن، اون وقت چیکار میکنی؟ پولو میزنی به این اکانت شخصیت، پولو میزنی به اون اکانت شخصیت، میگه آقا اینقدر حقوق مدیر عامل بود، اینقدر هزینه چی بود، اینقدر نمیدونم پول به فلان چیز دادیم. پولا رو میزنی تو چند تا حساب، اعلام میکنی شرکت ورشکست است. به همین سادگی شرکت ورشکست است. حالا شما یخه کیو میخوای بری بگیری؟ نه واقعا یخه کیو میخوای بری بگیری؟ زمانی که شرکت 3FS اومد گفت آقا ما ورشکست شدیم، شما ملتی که پول گشتن یخه کیو تونستن بگیرن؟ شما تنها کسی که میشناسی لیدرته، بالا سریته، اون کسی که تو رو معرفی کرده است، که اونها معمولا یا دوست صمیمیته که تو رو معرفی کرده یا مثلا فامیلته دیگه. خب نمیری از فامیلت شکایت بکنی که. میگه آقا بریم یخه لیدر رو بگیریم. لیدر هم میگه آقا من چیکاره بودم. اولا که میزنه زیرش، دوم زیرش هم نزنه، میگه آقا منم مثل شما، منم اومدم تو این بازی، من خودم هم مال باختم. مدیر عامل کجاست؟ معلوم نیست. شرکت کجاست؟ معلوم نیست. پولا تو حساب کی رفته؟ معلوم نیست. قشنگ معلومه کلاهبرداری. من نمیدونم چرا بعضی ها هنوز واسه شون سواله و برای ما ایمیل میزنن، کامنت میذارن، سواله نمیدونم دایرکت میفرستن که ما بخوایم اینجور چیزها رو واسه شون توضیح بدیم. به نظر من خیلی چیز بدیهیه. و صحبت آخری که میخوام باهاتون بکنم، یه عده میان میگن که آقا تو میخوای بگی که اینا همش بدن، که اینا رو بد کنی خودتو خوب کنی.
نه عزیز جان، برای من هومن مقرازی هیچ فرقی نمیکنه که شما پولت رو کجای دنیا بخوای باهاش چیکار بکنی. میخوای تو ایران پولت رو آتیش بزن بریز تو جوب، میخوای ببر ترکیه خونه بخر، میخوای ببر تو بازار فارکس، میخوای ببر بیت کوین بخر، میخوای بده یونیک فایننس، میخوای چه میدونم برو تایلند اصلا خرج تفریحاتت بکن. به من چه؟ من دارم واسه اینکه خیلی ها به ما مسیج زدن سوال پرسیدن و من احساس کردم که بابا این بنده خدایی که دارن سوال میپرسن هیچ دانشی از بورس جهانی، از فارکس، از قوانین بین المللی، از چه میدونم هوش مصنوعی، اوتو تریدینگ، کراود فاندینگ و اینجور اصطلاحات ندارن و با یه سری اصطلاحات عجیب غریب و قلمبه سلمبه مواجه شدن و دوستم دارن پول در بیارن وسوسه شدن، من این ویدیو رو و این فایل صوتی رو ضبط کردم که به این دوستان عزیز کمک بکنم که تصمیم بهتری بگیرن، زندگی خودشون رو به خاک سیاه ننشونن. بعضی به من مسیج میزنن میگن آقا همه حرفای شما خیلی منطقی به نظر میرسه، ولی وقتی ما حرفای شما رو میبریم به لیدرامون نشون میدیم، اونا میگن نه بابا اینا نیست. خب عزیز دل من، اون لیدر شما که یه مجموعه چند صد نفری زیر دستش داره، داره از این پورسانتایی که در میاره اینقدر حال میکنه، اصلا زندگیش از این رو به اون رو شده. اون حتی اگر حرفای منم قبولم داشته باشه، میاد به شما میگه نه همچین چیزی نیست. چرا؟ واسه اینکه اگه بگه همچین چیزی هست، خب تمام زیر مجموعش از هم میپاشه، طرف کلی زحمت کشیده زیر مجموعه ساخته، الان داره پورسانتای توپول میگیره، زندگیش از مثلا چه میدونم جنوب شهر تهران رسیده به شمال شهر تهران، طرف با پورسانتای توپول موپولی که داره جیبش میذاره الان سرمست و خوشحال از این همه توانمندی های خودشه. توانمندیش چیه؟ همین که میتونه با سرزبونی که داره سر ملت و شیره به مال و پولاشون رو جذب بکنه. اگر هم یک روزی این شرکت مثلا ورلد واید انرژی یا حالا یونیک فایننس یا هر کدوم دیگه شون ببندن برن، اون لیدرهای اصلی، اون سرشخهای اصلی اینقدر پورسانت گرفتن از طریق زیر مجموعه هاشون که وضعشون توپ توپ بارشون رو بستن، اصلا واسه شون مهم نیست. اونا نه تنها سودشون رو گرفتن، بلکه ده ها برابر سودشون رو پورسانت گرفتن. اما به چه قیمتی؟ به قیمت بدبخت شدن کسایی که خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، وام گرفتن، پس انداز سالها زندگیشون رو آوردن تو این کار و شرکت میبنده میره و اونها میمونن و دست خالی. اگر شما حاضری به قیمت به خاک سیاه نشوندن دیگران بیزینس بکنی، من حاضر نیستم و من وظیفه خودم میدونستم که این فایل صوتی رو با شما در میون بذارم. حالا دیگه صلاح کار خیش خسروبان دانن، شما هر طوری که مایل هستی میتونی با پولت کار بکنی. خب دوستان، امیدوارم که از این فایل صوتی استفاده کافی رو برده باشید. من سعی میکنم که هفته یک دونه از این فایل ها برای شما آماده بکنم در جهت بالا بردن میزان آگاهی و در واقع دانش شما دوستان عزیز در مورد مسائل اقتصادی، فرصت های سرمایه گذاری، قیمت دلار و هر چیزی که بدونم براتون میتونه اهمیت داشته باشه صحبت خواهم کرد. شما اگر راجع به چیز خاصی سوال دارید، این سوالا رو برای ما بفرستید. اگر بدونم که در واقع راجع به یه موضوع خاصی خیلی سوال هست، حتما اون رو میذاریم تو اولویت که زودتر راجع بهش صحبت بکنیم. پس با ما در تماس باشید، کانال تلگرام ما رو حتما فالو بکنید که این فایل صوتی رو ما اونجا آپلود میکنیم با آدرس @آموزش_بورس. قربان شما، انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید.